افزایش موشک پرانی حماس و بالا گرفتن حملات اسرائیل به باریکی غزه. ارتش اسرائیل میگوید روز سه‌شنبه بیش از 160 موشک از نوار غزه به سمت اسرائیل پرتاب شد که 24 عدد آن توسط گنبد آهنین رهگیری و نابود شد. حال علاوه بر شهرک‌های جنوب اسرائیل صدای آژیر در شهرهای بزرگ اسرائیل مانند تل آویو شنیده می‌شود. ساکنان هر دو سوی مرز اسرائیل و باریکی غزه نیز از این بیم دارند که همه چیز به سرعت به یک جنگ تمام عیار تبدیل شود. هر زمان که یکی از طرفین حملاتش را افزایش می‌دهد، طرف مقابل هم همین کار را می‌کند. الان ماه رمضان و مردم روزه گرفتند، اما زندگی مختل شده و همه وحشت زدند. جو جنگ حاکم شده و مردم در خونه میمونند و به اخبار گوش میدن. وضعیت سختیه. دولت اسرائیل هم از شهروندانی که نزدیک مرز با نوار غزه زندگی میکنند خواسته بلافاصله بعد از شنیدن صدای آژیر خود را به پناهگاه‌های ضد موشک برسانند. امشب خیلی شب پر سر صدایی بود، چون فلسطینی‌ها تعداد زیادی موشک به سمت اسرائیل پرتاب کردند. ما هم با شهروندانی که ترسیده بودند مشکل داشتیم. این همشهریان ما خارج از پناهگاه بودند. استیو مک‌اینرنی، پژوهشگر پروژه دموکراسی در خاورمیانه، نیز میگوید آمریکا متحد اسرائیل است و بر آن کشور نفوذ دارد، اما چنین رابطه‌ای با حماس ندارد. به همین دلیل احتمالاً نمی‌تواند در این خصوص میانجی برقراری آتش بس باشد. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، احیای روند صلح میان فلسطینیان و اسرائیل را به صورت یکی از اولویت‌های خود درآورده و در یک سال اخیر چندین بار به اورشلیم و رام الله سفر کرده است. اما بلافاصله پس از عدم توافق اسرائیل و فلسطینیا و توقف روند مذاکرات، خشونت‌ها از سر گرفته شد.